سلام به همه بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب و ردیف باشه. میخوایم با همدیگه شروع بکنیم خط به خط کتاب درسی فصل یک رو، از اونم چی مجموع دنباله‌های حسابی و هندسی، ببینیم چی هستش، تمرینات، فعالیت ها، اینا رو بررسی بکنیم، فرمول ها رو زیر و رو کنیم ببینیم چی داره که کامل کامل پایتون چفته چفت بشه. قسمت اول بچه در مورد دنباله حسابی هندسی. آقا جون، ما یه چیزایی سال گذشته داشتیم به نام خود دنباله های حسابی و هندسی که میدونیم چیزاشون چی بود، حالا در مورد خود فرمولاش جلوتر صحبت میکنیم که خودشونو بر مثلا میگفتیم جمله دهم چند است، جمله بیستم چند است، مجموع جمله دوم و دهم چند است، ولی اینجا ما میخوایم چیکار کنیم؟ مجموع کل جملاتو به دست بیاریم. یعنی مثلا تو یه دنباله حسابی از جمله اول تا جمله 20 همشون جمعشون چند میشه؟ خب قطعا باید فرمول اینا داشته باشه، ولی با کتاب درسی بریم جلو ببینیم که چه فرمول هایی داره و چه کاری باید انجام بدیم. اول از همه بچه‌ها، توی فعالیتی اومده در مورد تعداد دکمه های اینجا صحبت کرده، گفته خب من میخوام ببینم اینجا اینا چند تا دکمه داریم. چی کار کرده؟ دقت کنید بچه‌ها، اومده سطر بندی کرده اینا رو. یعنی چی؟ سطر اول چند تا داره؟ یه دونه. سطر دوم چند تا داره؟ دو تا. سطر سوم سه تا. همینطوری به ترتیب رفته تا سطر دهم چند تا داره؟ 10 تا. پس گفته به جنگی من اینطوری بشمونم 1 2 3 4 5 6، گفته بیایم بگیم اولی یه دونه، دومی دو تا، سومی سه تا، تا دهمی 10 تا. مجموع اینها چند می شود؟ مجموع اینا بچه‌ها می شود 55 تا. خب من جمع زدم اینا رو، یعنی 10 با 19 بعد با 8، همینطوری به ترتیب، ولی جلوتر میخوایم رو یاد بگیریم چی کار بکنیم. خودش اومده گفته آقا جون بیایم یه راه حل دیگه ای رو پیدا بکنیم. راه حل دیگه اینه که آقا جون این با استفاده از یه سری شکلاب و اینها میخوایم بیایم در نظر بگیریم. گفته آقا جون بیایم یه سری دکمه های آبی دیگه هم کنار این بذاریم. دکمه های آبی دیگه بچا به چه صورت هستش؟ اونم اولی یه دونه داره، دومی دو تا، سومی سه تا، چهارمی چهار تا، به همین طور رفته جلو. بعد میگه تعداد دکمه های قرمز نصف کل دکمه هاست. خب کل دکمه ها چند تاست بچه ها؟ خب من نگاه میکنم اینجا یک حالت مستطیله، چند تا داریم؟ یکی دو تا سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده یازده تا سطر داریم. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده تا ستون داریم. 10 ضرب در 11 میشه 110 تا کلن دکمه داریم، تقسیم بر 2 میشه 55 تا داریم. پس میگه اینو میتونیم به صورت یک مستطیل تبدیل بکنیم. خب مستطیل رو خیلی راحت میتونیم بگیم تعداد کل چند تاست، نصفش آبی نصفش قرمز، دیگه تقسیم بر 2 کنیم به دست بیاریم. و سوم از همه گفته حالا بیایم فرمول سازی بکنیم واسش. چجوری فرمول سازی واسش بکنیم بچه‌ها؟ گفته اسش میشه، یعنی اولی یه دونه داره، بعدی دو تا، بعدی سه تا، تا انومین دیگه. بچه اینجا انو در نظر گرفته، نکنی گفته از یک تا ان، دیگه نگفته یک تا ده. و یه بار دیگه هم همین اس رو برعکس نوشته، یعنی از ان کم کرده تا به یک رسیده. بعد این دوتا رو با هم جمع زده، آقا یک با ان جمع بشه میشه ان به علاوه یک، دو با ان منهای یک بازم میشه ان به علاوه یک، همه رو جمع، همه شون میشن ان به علاوه یک. چند تا از این پرانتزا داریم؟ خب ما از یک تا n بود دیگه، بس n تا از این پرانتزا داریم، بس کل مجموع اینها میشه بعد n در n به علاوه یک. یه دو هم این ور داشتیم میاد تقسیم میشه، میشه n در n به علاوه یک تقسیم بر دو. یعنی ما به چه نتیجه رسیدیم؟ به چه نتیجه رسیدیم عزیزان من؟ یعنی ما به این نتیجه رسیدیم که یک به علاوه دو به علاوه سه به علاوه فلان تای عددی، یعنی مجموع اعداد طبیعی، مجموع اعداد طبیعی ما چه می شود؟ می شود n در n به علاوه یک تقسیم بر دو. یعنی از این به بعد تو می خواهی از یک تا 20 حساب بکنی، یک به علاوه دو به علاوه یه تا 20 می شود 20 ضرب در 21 تقسیم بر 2. چرا 21؟ n به علاوه 1 دیگه. اینو با این ساده میکنه میشه 10 ضرب در این میکنه میشه 210. چقدر راحت شد؟ ولی فقط برای چی هست؟ اعداد طبیعی، از 1 باید شروع بشه. این خیلی مهمه حواستون باشه. این فرمول رو هم همونی که گفتیم اون اومده اینجا پایین نوشته واسم. حالا بیام یه مثالی حل کنیم ببینیم چی میگه. این مثال خودش هم حل کرده، توضیحش رو بدیم. میگه که روی محیط دایره بچه‌ها 20 تا نقطه گذاشتیم.
فرض بکنیم من یه دایره اینجا بکشم 20 تا رو الان نمیخوام نشون بدم، یه تعدادی نقطه اینجا گذاشتیم، یکی دو تا سه تا همینطوری رفته تا مثلا 20 تا، اینجا همینطوری نقطه وجود داره. میگه از هر نقطه به نقطه دیگه ای وصل میکنیم. بهش مثلا نکنید من از این نقطه فرض کنید A به این وصل میکنم، به این وصل میکنم، به این وصل میکنم، به همه وصل میکنم تا به این برسه. حالا از نقطه B هم باید به همه وصل کنم، از نقطه به همه وصل میکنم. هر مثلا من A رو به B بشو وصل میکنم یه وتر تشکیل میشه، بعد به C وصل میکنم یه وتر، میخواد ببینه چند تا وتر درست میشه. نکنی بچه ها از A من چند تا وتر میتونم رسم بکنم، چون 20 تا به خودش که نمیتونه رسم کنه، پس به 19 تای دیگه میتونه وصل کنه. این واسه A. حالا به B بچه ها، به B هم میگی بچه ها 19 تا دیگه، نه نکنید بچه ها، به Aش که قبلا حساب شده دیگه، اونا حساب نمی کنیم. یعنی از B به بعدی ها میشه چند تا؟ میشه 18 تا. از C به بعدی ها میشه 17 تا، همینطوری میره تا آخریه میشه یکی دیگه. این نقطه آخر و آخر رو مثلا حالا این نقطه Z رو دیگه ما حساب نمی کنیم، چون خودش به خودش که نمیشه که. قرار شد بچه ها وقتی از یک تا یه عددی حساب میکنیم چی باشه؟ n در n به علاوه ای، nش 19، n به علاوه ای کش میشه 20 تقسیم بر 2، این با این ساده میشه، میشه 10، میشه 190. این از اینجا به وجود اومده و چیز عجیبی هم نیست. قسمت بعدی بهش میگه تذکر. این مسئله رو با استفاده از ترکیبیات اصلا سال پیش درس فصل ششم داشتیم. چجوریه؟ نکنید 20 تا نقطه من دارم، دو به دو اینا رو وصل میکنم، یعنی من برای هر وتر دو تا نقطه رو باید انتخاب کنم. دو تا از چند تا رو باید انتخاب کنم؟ کلا 20 تا دیگه. پس یه انتخاب 2 از 20 داریم. فرمولش هم چی بود؟ n فاکتوریال یعنی بالایی فاکتوریال تقسیم بر n منهای r یعنی اختلاف این دو تا فاکتوریال ضرب در این دو فاکتوریال. خب من 20 فاکتوریال باشه میتونستم بنویسم 20 ضرب در 19 ضرب در 18 فاکتوریال. سال پیش داشتیم اینو، یه 18 فاکتوریال هم که داریم، دو فاکتوریال یک ضرب در دو که میشه دو، این دوتا که با هم میرن این میشه یک، این میشه 10، بازم میشه 190 تا. پس نگاه کنید از هر دو روشش هر جور دیگه مقایسه کنید، خب یکی در میاد دیگه، فرقی نباید داشته باشه که. حالا ما فقط بچه‌ها تو این قسمت اومدیم چیکار کردیم؟ از یک تا یه، یک دو سه تا 20 تا 100 تا 1000. ولی آقا جون من یه موقعی عددام تو دنباله حسابی دوتا دوتا میره، ستا ستا میره، اصلا از یک شروع نمیشه، اصلا از منفی ها ممکنه شروع، چی کار باید بکنم؟ بچه ها کنید، من میخوام مجموع جملات مثلا یه دنباله حساب، مجموع رو بچه با اس نشون میدیم دیگه، مثلا اس ان، مجموع ان جمله اول، یعنی جمله اول به علاوه جمله دوم به علاوه جمله سوم همینطوری الی آخر تا جمله انم. خب جمله اول آیک که همون میشه آیک، حالا ما آیک میذاریم، آدو میشه آیک به علاوه دیم. چرا اینو میذاریم بچه ها؟ فرمول جمله عمومی این بودش، آیک به علاوه ان منها یک در دی. وقتی من میخوام فرزن آسه رو بنویسم میگم آیک به علاوه سه منها یک در دی، که سه منها یک میشه دو، به خاطر همینه که ضریبش یکی کمتره. یعنی آسه میشه آیک به علاوه دو دی، آ ان میشه آیه که به علاوه ان منهای یک در دیگر، هم خود فرموله استفاده میکنیم. حالا من میخوام همه اینا رو جمع بزنم با هم دیگه. خب اگر بخوام همه اینا رو با هم دیگه جمع بزنم به چه رابطه ای میرسم آخر؟ به این رابطه معروف و بسیار مهم و دوست داشتنی میرسیم. چی هست؟ خوب دقت کنید، ان دوم، ان بچه همون تعداد است، این مجموع چند تا؟ دو آیه که حالا آ اینجا می نویسه همون جمله اول، و دی هم چیه بچه ها؟ همون دی هم قدر نسبت هستش. از روی مجموعه این ها ما به همچین فرمولی میرسیم که بسیار مهمه دیگه بچه ها. با این همه چی رو میشه مجموعه شده، فقط دنباله حسابی ها، یعنی فاصله هاش مساوی باشه با هم دیگه. مثلا اینجا اومده گفته آقا جون مجموع 100 جمله اول اینو به دست بیار. از رو فرمول نگاه میکنم، اس 100 چون 100 تا جمله است مساوی است ان دوم، یعنی 100 دوم در 2 آ1 بچا آ1 که من اینجا 3، 2 تا 3 تا میشه 6 تا به علاوه n منهای 1، این n مون 100، منهای 1ش میشه 99، ضرب در دیمون چنده بچا؟
چند تا داره میره جلو، چهار تا ضرب در چهار مساوی میشه با چند؟ دقیقا همین پایین رو حساب کرده، یه ضرب و جمع و تفریقه که به 20100 میرسیم. پس اون چقدر راحت استفاده کردن ازش، فقط تو این فرمول باید بتونی جایگذاری بکنم. قسمت بعدی بچه ها، توی کار در کلاس میاد میگه آقا جون مجموع جملات از 1 تا an رو اثبات کنید از این فرموله میشه استفاده کرد. این فرمول یعنی میتونه فرمول دومت باشه. یه نفر میگه این با اون یکم فرق میکنه، میخوایم نشون بدیم که این دوتا یکی هند. چه جوری نشون میدیم؟ اینجوری میگیم sn مساوی است با این n دومی که داره a1 به علاوه، به جای an فرمولش رو مینویسم. فرمولشی بود a1 به علاوه n منها 1 در d. خب چی میشه؟ میشه n دوم a1 با a1 جمع بشه چی میشه بچه ها؟ میشه 2a1 به علاوه n منها 1 در d. تموم شد دیگه، مثل همون شد که پس نشون دادیم که این دوتا یکی هند، یعنی از هر دوتاش میشه استفاده کرد. خب بیایم سراغ پایینیه. میگه که مجموع همه عددهای طبیعی دو رقمی مضرب 4. بچه طبیعی دو رقمی مضرب 4 از چند شروع میشه؟ از 12 16 20 آخری شنده 100 بچه میشه 3 رقمی، کمترش میشه 96. خب من آقا از کدوم فرمول باید استفاده کنم؟ ببین از هر دوتاش میتونی استفاده بکنی. حالا من میخوام چون این جدید گفتیم، چون اومده کار در کلاس اینو معرفی کرده، از این استفاده کنیم. ولی یه مشکلی داریم ما. مشکلمون اینه که تعدادش رو نداریم. تعدادش رو باید از کجا به دست بیاریم؟ یه فرمولی بچه ها قدیما میخوندیم تو دوران ابتدایی و اینام بود، عدد آخر منهای عدد اول تقسیم بر فاصله به علاوه 1. خیلی خوندیم اینو. این دوتا رو منهای همدیگه بکنیم چند میشه؟ میشه 88. تقسیم برای 4 بکنیم میشه 22، به علاوه 1 بکنیم میشه 23. پس nمون 23، پس s 23 مون معنی مجموع 23 جمله اولمون چی میشه؟ میشه 23 دوم a1 به علاوه بچه a1مون 12، anمون هم آخریش میشه 90، یعنی 12 به علاوه 96. یعنی بچه ها اگه من جمله اول و آخر رو داشته باشم با تعداد، این فرموله از اون قبلی آسون تره. ولی خب تو اکثر اوقات جمله آخر رو نداریم، پس مجبوریم از بالایی استفاده کنیم، به خاطر اون بالایی مهمتره. خب پس این میشود 23 ضرب داره چند میشه این؟ این میشود 108 که یه ضربیه به دست میاریم. بذارید ببینیم ضربش هم چند میشود. 23 ضرب داره 108 میشود 2484. حالا ضرب دیگه خودتونم میتونید انجامش بدید. پس از اینه، از اون بال، از اون فرمولا میتونید استفاده کنید. انشو که دارید، دو آ یک جمله اولو دارید، الان دیش رو هم که میدونیم 4 تا 4 تا داره میره جلو دیگه، پس تو اونم بذاری درست در میاد. یه مثال دیگه خودش اومده حل کرده و ما میخوایم توضیح بدیم. سوال چی میگه؟ میگه در یک مسابقه تعداد بسیاری توپ رو توی مسیر مستقیم اینطوری نکن چیدیم پشت سر هم دیگه. نکن به ترتیب اینا رو چیدیم رفتیم جلو. فاصله هاشون هم مساویه 3 متر 3 متر. چی میگه؟ میگه که فاصله توپ اول تا سبد 3 متر. حالا مثلا همین دونده باید از سبد شروع بکنه، توپ اول رو برداره و یعنی توپ اول رو برداره بندازه تو سبد، بعد دوباره بره بعدی رو بیاره، دوباره بیاد بندازه تو سبد، همینطوری به ترتیب. میگه اگر این دونده در پایان 918 متر دویده باشد، میگه اون جمعاً چند توپ رو به سبد انداخته. یعنی بچه‌ها مجموع دویدناش انقدر شده. برای توپ اول، برای اینکه ورش داره ببره بندازه تو سبد، چقدر چیز کردی؟ حالا اینجا نوشته چیزش رو من کامل‌تر میخوام بنویسم. توپ اول ور داره و ببره بندازه تو سبد 3 متر رفته، 3 متر برگشته 6 متر. برای دومی 6 متر رفته، 6 متر برگشته 12 متر. برای سومی 9 متر رفته، 9 متر برگشته و همینطوری به ترتیب. نمیدونیم آخرش، فقط آخرش میدونیم 918 متر دویده. اینا دیگه متراشه، دیگه توپ و اینا نیست. پس مجموع این رو من باید فرمولش رو واسش بنویسم. چی مینویسم واسش؟ sn نمیدونم چنده، n دوم هم نمیدونم چون نمیدونم چند بار، یعنی چند تا توپ رفته ورداشته آورده،
دو آ یک، دو تا شیشتا میشه 12 تا، به علاوه انمن های یک رو که نداریم، ضرب در دی، دی بچه فاصله شونه 6 تا 6 تا است، این مساوی شده با 918. حالا اینا رو یکم ساده سازی بکنیم، اینو اگر ضرب کنیم بچه میشه 6 ان من های 6، این من های 6 هم با این 12 چیز میشه، یعنی میشه ان دوم، این با اون جمع یعنی میشه 6 ان به علاوه 6 مساوی با 918. خب من این ان دوم رو اگه تو این ضرب بکنم میشه 3 ان دو، یا اینکه میتونم اصلا چیز بکنم، اصلا اینطوری نرم، میتونم اونطوری هم ضرب کنم بچه‌ها، بذار اینطوری ضرب کنم معادله درجه دوشو ببینی، این بشه 3n2 به علاوه 3n، اینم بیاد اینور منهای 918 تقسیم مساوی 3، بعد اینا رو همه رو تقسیم بر 3 بکنیم، همه رو تقسیم بر 3 بکنیم میشه n2 به علاوه n منهای اینم تقسیم بر 3 بکنیم میشه 3 0 6 مساوی با 3. اینو از راه حالا تجزیه یا دلتا میتونی حل بکنی، تجزیه یا دلتا میتونه حل بکنه، یا اینکه نه میتونی روش دومی رو به کار ببری مثل خود کتاب، فقط بیای چیکار بکنی، بیای اینجا یه 6 از اینا فاکتور بگیری، یعنی میشود 6 ضرب در ان دوم در این روش دومه ها، این روش دومه اینجا بنویسم، اینم میشه ان به علاوه 1 مساوی با 918، این با این ساده میشود، میشود چند؟ میشود 3 که تقسیم بر اون وریه بکنیم، یعنی میشود n در n به علاوه 1 همون مساوی است با 306، همون چیزی که اونجا به دست آوردیم. دو تا n و n به علاوه 1 باشه، دو تا عدد پشت سر هم، دو تا عدد پشت سر هم که ضربشون بشه 306، 306 که با اون عدده میشه چند؟ 17. عدد 17 یعنی 17 تا توپ رو تونسته برداره بیاره بندازه تو سبد. بازم میگم شما این معادله بالایی یعنی این روش اوله رو هم میتونی انجام بدی، حالا یکم عدد گنده است تو تجزیه، تو دلتا گیری شاید یکمی طولانی بشه، اصلا در مورد دلتا اینا تو درس بعدی صحبت میکنیم راجبش، کسایی که یادشون رفته، کسایی که یادشون هست که خیلی راحت میتونن انجامش بدن. بعد از این بچه میریم سراغ مجموع دنباله هندسی. اول ما راجع به خود دنباله هندسی یادآوری داشته باشیم چی بود اصلا، بعد ببینیم که داستان مجموعش میاد. میگه آقا جون یه سری عدد نمیشه ای بچه، این به این دنباله میگن دنباله ثابت، دنباله ثابت تنها دنبالهیه که هم حسابیه هم هندسیه، حالا اینجا به عنوان یه دنباله هندسی حسابش کرده. میگه قدر نسبت این چنده بچه، تو دنباله هندسی ضرب داره، این ضرب داره چنده؟ ضرب داره یکه، ضرب داره یکه، یعنی قدر نسبتش که با کیونشون میدادیم یکه. خب میگه مجموع ان جمله بچه، ان جمله اول یعنی آه به علاوه آه به علاوه آه، همینطوری تا آه، ان جمله اول یعنی ان تا هستن، ان تا آه داشته باشیم میشه ان آه، تمام شد و همین اینو میگه. میگه که آقا جون خب پس جمله اولمون میشه آ یک، جمله دوممون میشه آ کیو، آ یک کیو، بعد آ یک کیو دو. میگه جمله انوممون چی میشه؟ میشه آ یک کیو به توان ان منهای یک. اصلا این فرمول جمله عمومی دنباله هندسی بود، پارسال خونده بودیم اینو، اینو خواسته اینجا یه یادآوری دوباره واسش انجام بده. این فرمول جمله عمومی، بذار بنویسمش، که جمله عمومی دنباله هندسی هستش. حالا میخواد بشه نتیجه ای برسه، حالا میگه میخوایم اینا رو با هم دیگه جمع بزنیم، یعنی آ یک به علاوه آ یک کیو، کیو یک در اصل این دیگه، آ یک کیو دو، آ یک تا آ یک کیو ان من های یک، چون جمله انوممون اینه. گفته بچه ها اگر من بخوام مجموعه این رو به دست بیارم، میام کل اینو یعنی هم طرف اولش رو، یعنی اینو بخش طرف دوم، هم طرف اولش رو توی کیو ضرب میکنم، یعنی این میشه اس ان ضرب در کیو، اینا ضرب در کیو بشه میشه آ یک کیو، این میشه آ یک کیو دو، بعدی آ یک کیو سه، همینطوری تا آخر. بعد میام این دوتا رو منهای هم میکنم، یعنی چی جوری میشه؟ میشه اس ان منهای اس ان کیو
مساوی است. بچه اینا رو اگه منهای هم کنیم چی میشه؟ این با این میره، این با این میره، همه اینا بچه با هم دیگه میرن، یعنی این با یه جمله قبلیش میره، این جمله با این میره، فقط اولی و آخری میمونن، یعنی میمونه آیک منهای آیک کیو ان میمونه. بعد اینجا از یه اس ان فاکتور میگیریم ما، میشه یک منهای کیو مساوی است با این طرف، هم از یه آیک فاکتور میگیریم. بذارید من پایین بنویسمش که تر و تمیز تر باشه. بذارید من پایین بنویسمش که الکی این رو تو هم نشه. اوی همه رفتم که این که شد آیک منهای آیک کیو ان، اینجا بنویسیمش. اینجا اونجا از یه اس ان فاکتور بگیریم میشه یک منهای کیو، اینجا ما از یه آیک فاکتور میگیریم میشه یک منهای کیو به توان ان، بعد اونو میاریم این بر تقسیم میکنیم تا اس انمون به دست بیاد، یعنی میشود آیک ضرب در یک منهای کیو به توان ان بر روی یک منهای کیو. از این به بعد همین چیزی هم که این اینجا نوشته میشه مجموع دنباله هندسیمون، یعنی اگر یک دنباله هندسی بود ما از این فرمول براش استفاده میکنیم. بعضی از دبیرها ممکنه روش اثباتش رو هم بخوان ازتون، شما میگید اس ان مون یعنی آیک به علاوه آیک کیو به علاوه آیک کیو دو تا آیک کیو به توان ان منهای یک، یک کیو دو طرف ضرب میکنیم، بالایی رو منهای پایینی میکنیم که این روند به دست میاد. حالا بازم طبق معمول اومده گفته آقا مجموع 8 جمله 10 جمله اول اینو به دست بیار. جمله اول که معلومه، بچه‌ها دقت کنید اینا دارن ضرب در دو میشن، یعنی کیومون دوه، پس اس ده جمله اول مساوی است با جمله اول یعنی یک هشتم ضرب در یک منهای کیو به توان ان، یعنی دو به توان چند؟ ده، چون ده دیگه یک منهای دو. خب اینا رو باید بچه‌ها یکم از ساده سازی باید بکنیم، یک منهای دو میشه منفی یک، پس من باید یه دونه این منفی رو تو این ضرب کنم، یعنی میشه منفی یک هشتم ضرب در اینم به دست بیاد. بچه‌ها دو به توان ده میشود 1023، بخشه 1024، یک منهای 1024 میشود منفی 1023. اینا رو ضرب میکنیم، منفی در منفی میشه مثبت، میشه 1023 هشتم، تموم شد رفعی کارش. همین، پس فقط فرمول رو یادت هستش، اینا رو تو شای گذاری میکنیم. یا اینکه یه سوال دیگه داده اینجا، گفته توپی داریم که از هر ارتفاعی که رها بشه بخور زمین یک چهارم قبلی میره بالا، هر جایی بخور زمین یک چهارم قبلی میره. یعنی مثلا میگم اگه از 8 متری رهاش بکنی بخور زمین یک چهارم 8 متر یعنی 2 متر میره بالا، دوباره بخور زمین یک چهارم قبلی، همینطوری به ترتیب. میگه که حالا ما این توپ رو از فاصله 10 متری رها میکنیم، اول 10 متر میاد پایین، وقتی میخوره زمین به اندازه 10 چهارم دوباره میره بالا، گفتیم جی یک چهارم قبلیش، دوباره میخوره زمین یک چهارم قبلیش، یعنی ده چهارم بوده ضرب در یک چهارم میشه ده شونزدهم، همینطوری به ترتیب ده بر روی چهار به توان ان. چرا ان منهای یک؟ بچه ها نکنید در اصل این نکنید چهار به توان یکه، این نکنید چهار به توان یکه، این چهار به توان دوه، این مخرج این بچه چهار به توان صفر بوده که همون یکه، بس حواسمون باشه این به خاطر اونه. حالا میگه که مسافتی که این طی میکنه چقدر است؟ مسافتی که این طی میکنه، آه البته بچه گفته این توپ را از این یعنی پرتاب میکنیم، 10 متر میره بالا و 10 متر میاد پایین. حالا چرا این عددا به دست اومدن؟ چرا 10 یافه شد 20؟ بچه نکنید توپ رو اول از این پایین از روی زمین، بذار من زمینشو بکشم، از روی این زمین پرت میکنه میره بالا، 10 متر میره بالا، 10 متر هم میاد پایین، بعد میخوره زمین به اندازه ربع این یعنی 10 چهارم میره بالا، دوباره 10 چهارم میاد پایین. پس نگاه کنید هر کدوم دو بار این مسیر رو دارن طی میکنن، به خاطر همین همشون یه ضرب در دویی شدن. حالا من میخوام مجموع اینها رو به دست بیارم. مجموع اینها چی بودش؟ آیک دونه دونه بریم جلو، آیک یعنی همین 20، یک منهای کیو به توان ان، کیو شنده بچه هایی داره ضرب در چند میشه؟ ضرب در یک چهارم، ضرب در یک چهارم میشه، پس میشه یک چهارم به توان ان،
یک چهارم به توان ا میشه. پایینش هم یک منهای کیو بود، پس یک منهای یک چهارم میشه. حالا سوال چی خواسته بود از ما؟ گفته بودش که پس از چهار بار زمین خوردن چه ارتفاعی رو میره بالا؟ پس از چهار، این توپ پس از چهار بار برخورد با زمین چه مسافتی را طی می‌کند؟ یعنی بعد از اینکه چهار بار میخوره زمین میره بالا، یعنی دفعه پنجم چقدر میشه؟ یعنی اس پنج رو میخواد. اس پنج بازم میگم فرمولی من پایینش دوباره مینویسم دونه دونه یاد بگیریم. آ یک ضرب داره یک منهای کیو به توان ان، یعنی پنج، یک منهای کیو این میشود 20 ضرب داره یک منهای یک چهارم به توان یک منهای یک چهارم پایینم بچه میشود 3/4. حالا بچه من میام اینجا 20 رو بر روی 3/4 مینویسم، به این مخرج یک میدم، دور در دور نزدیک در نزدیکش میکنم. اون یک منهای بچه 4 به توان 5 میشه 2 به توان 10 میشود 1024. این دور در دور نزدیک در نزدیک کنیم میشود 80/3 ضرب داره. اینم مخرج مشترک بگیریم چی میشه بچه ها؟ میشه 1023 بر روی 1024 که تقریبیش رو اینجا واسه ما چون دقیق نمیشه به دست آورد اینو، تقریبیش رو اینجا واسه من به دست آورده 26.64 متر. پس داستان چی شد؟ یه توپی رو ما میندازیم بالا، میاد میخوره زمین، دوباره میره بالا، یعنی هر مسیر رو دوبار طی میکنه. حالا از 10 متریه، 10 متر میاد میخوره میندازیمش بالا، دوباره 10 متر میاد پایین، یک چهارم قبلیه میره بالا، یعنی 10/4 میره بالا، بعد دفعه بعدی یک چهارم 10/4 میره بالا، یعنی 10/16 میره بالا، به این ترتیب میره. مجموع اینا رو ما میخواییم به دست بیاریم که گفته که برای چهارمین بار وقتی میخوره زمین چقدر میره بالا؟ بچه برای چهارمین بار میخوره زمین یعنی برای پنجمین باره که بالا میره. پس اس پنج رو باید حساب کنی واسش که فرمول رو توش مینویسیم جایگذاری میکنیم. سوال بعدی که سوال معروفی هم هست، میگه که در داستان، توی داستان مختره شطرنج، تو خونه اول یه دونه گندم میذاره، تو خونه دوم دو تا گندم و به همین ترتیب، یعنی خونه اول یه دونه گندم میذاره، خونه دوم دو تا، خونه سوم دو برابر قبلی 4 تا، خونه بعدی دو برابر قبلی 8 تا و به همین ترتیب. یه سوالی، خونه های شطرنج چند تاست؟ 8 تا سطر، 8 تا ستونه، 8 تا 64 تا قرار میده. پس آخریش بچه چی میشه؟ دقت کنیم بچه، انگار این دو به توان 0، این دو به توان 1، این دو به توان 2، این دو به توان 3، آخریش بچه دو به توان 64 نمیشه، میشه دو به توان 63. چرا؟ چون ما با دو به توان 0 شروع کردیم. پس تو آخرین خونه دو به توان 63 تا دونه گندم میذاره. میگه هر دونه گندم رو ما 1 گرم در نظر بگیریم، یعنی همون اولیش 1 گرمه، دومیش 2 گرمه، سومیش 4 گرمه و به ترتیب. میگه کلن این جایزه طرفه، یعنی تو این خونه ها این گندم هایی که میذاره جایزه طرفه، میخواد ببینه کلن چقدر جایزه برده، یعنی جمع اینها چقدر میشه. اگه دقت کنید باشه، این دنباله هم دنباله هندسی مونه. خب فرمولش چی بود؟ اس 64 آ1 یعنی همون دو به توان 0 که 1 هستش ضرب داره، 1 منهای کیومون چنده بچه ها؟ هی دقت کنید داره ضرب داره 2 میشه، پس میشه 2 به توان 64 بر روی 1 منهای 2، 1 منهای کیو، 1 که هیچی، اینم میشه منفی 1. پس یه منفی ما داریم کلن، منفی 1 ضرب داره 1 منهای 2 به توان 64. منفی رو این تأثیر بدم، یعنی میشه 2 به توان 64 منهای 1. اینقدر گرم ما به این طرف جایزه دادیم. این الفش. ولی قسمت ب میگه نشون بدید اون بیش از 1000 میلیارد تن گندم برده. واقعیتش یکم سخت باور کردنش، یعنی خونه اول یه دونه گذاشته، خونه دوم دو تا، خونه سوم 4 تا، تا خونه 64 اون پر کرده، اینقدر شده. ببینیم بچه ها، ما باید اینو عدد رو بتونیم پیدا بکنیم. 2 به توان 64 خب واقعیتش یک کمی عدد عجیبیه پیدا کردنش. 2 به توان 64 رو اگر بچه ها منهای 1 بکنید یه همچین عددی به دست میاد، 18 44 67
440 737 09 55 16 15 یه عدد اینطوریه، اینقدر گرمه. من میخوام اینو به تن تبدیل بکنم. بخاطر اینکه به تن تبدیل کنم بچه باید تقسیم برای 1,000,000 بکنم. چرا 1,000,000؟ بچه گرم رو اگر بخوایم به کیلوگرم تبدیل کنیم تقسیم بر 1000، کیلوگرم هم به تن یه تقسیم بر 1000 کلا میشه 1,000,000. یعنی همین عدد است 18 44 67 437 737 09 55 16 15 16 6 تا صفر داره، 6 تا ممیز میخوره، 2 تا 4 تا 6 تا ممیز میخوره، میاد اینجا قرار میگیره. این عدد رو بچه اگر ما بخوایم بخونیمش، اگه سرقم سرقم جداش بکنیم، این سرقم این سرقم، بذارید ببینم درست جدا کردیم، فقط 2 تا 4 تا 6 تا، من چرا ممیز اونجا گذاشتم اصلا، ممیز رو بذاریم پاکش بکنم، ممیز رو جای درست بذارم. 6 تا اگر رقم جدا بکنیم اینجا میفته. سرقم سرقم جدا کنیم، این سرقم این سرقم این سرقم و این سرقم، میشه چقدر؟ میشه 18 میلیارد و خورده ای. این میشه 18 میلیارد و خورده ای. این نشون بده که میگه از 1000 میلیارد تن هم بیشتر، این 18000 میلیارده، از 1000 میلیارد هم بیشتر اصلا. این هم گفته همینو نشون بدید. کسی نمیاد همچین عددی و بچه تو امتحانات از ما بخواد، خاصه به صورت سمبولی که همچین چیزی رو فقط به ما نشون بده. نگران اون نباشید، شما فقط فرمول A1 ضرب در 1 منهای Q به توان N بر روی 1 منهای Q رو بتون عدد توش بذار، بقیهش حله. همچین عددی رو تو امتحان ازتون نخواهند خواست. این تا اینجا بچه ها. توی ویدیوی بعدی تمریناتش رو با هم دیگه حل میکنم.